و از تهدیه و از تنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی رو که در باب اخلاق تقدیم کردیم بیشتر مربوط به مفاهیم بنیادی حاکم بر علم اخلاق بود. اشاره کردیم که شاید بر اساس معارف قرآنی و معارف اهل بیت علیهم السلام بتوان گفت که عبودیت محور اخلاق هست، یعنی اخلاق کریمه تجلیات انوار عبودیت و بندگی و تحقق انواع تواضع و خشوع و تذلل در مقابل خدای متعال در روح انسان هست که همه روابط انسان رو با عالم بر اساس بندگی و خشوع در مقابل خدای متعال شکل میده. همینجا یه نکته رو هم اضافه بکنم و اون این که رابطه بین اخلاق و آزادی انسان، یعنی تخلق به اخلاق کریمه و آراسته شدن به اخلاق حمیده و اخلاق پسندیده و آزادی و اینکه چه نسبتی بین این دوتا هست، این رو هم تقدیم بکنیم. عنایت کنید انسان چون دارای اختیار و اراده است و بناست که این اخلاق حمیده رو با اختیار به دست بیاره، بنابراین هرچه دامنه اختیارش رفیع‌تر، عمیق‌تر و گسترده تر بشه بیشتر به اخلاق حمیده متصف میشه. و خود عبودیت هم همینطور هست، یعنی اینجور نیست که وقتی ما میگیم انسان باید عبد بشه یعنی جبران باید عبد بشه. هرچه انسان اختیارش رشد یافته تر بشه بندگیش کامل تر میشه و لذا عصمت که کامل ترین مرتبه اختیار و اقتدار انسانه، به تعبیر دیگه بالاترین مرتبه آزادی انسان هست، بالاترین مرتبه عبودیت هم هست. و باز به تعبیری عنایت کنید در گسترش بندگی شما دو چیز میخواید، هم باید ظرفیت اختیار و قدرت انسان رشد پیدا بکنه تا در یک ظرفیت بالاتری بتونه خدا را عبادت بکنه، و دوم باید به یک آزادی و حریت بیشتری رسیده باشه. یعنی چی؟ یعنی از تعلقات، از وابستگی ها، از عوامل اثرگذار باید آزادتر شده باشه.
انسانی که تحت تأثیر جاذبه های دنیایی و جاذبه های مادی و غضب و شهوت و امثال این هاست، این نمیتونه عبد باشه. انسانی که حول و قوه و توانایی خودشو از این تعلقات آزاد میکنه میتونه عبد باشه. و لذا عنایت کنید اگر شما آزادی رو اینجوری تعریف کنید، به معنی انانیت نفس بگیرید که انسان هر جوری میخواد عمل بکنه، این دقیقا نقطه مقابل اخلاقه. این حریت نیست، این استکباره. بنابراین اگر حریت به معنایی است که در گاهی اوقات در عرض کنم غرب تعریف میشه، زیربنای نظامات اجتماعی غربه، این حریت به معنی انانیت نفس، خودبینی و اون چه انسان میخواد خودش میخواد عمل بکنه و خودرأیی است. این خودرأیی اصلا با اخلاق کریمه سازگار نیست. این یعنی استکبار. هرچند در انسان بیشتر توسعه پیدا کنه و مناسباتش در روح انسان و جامعه بیشتر جاری بشه، این جامعه جامعه استکباری میشه، این انسان انسان مستکبر میشه، تناسباتش هم میشه تناسبات استکبار. اونی که مهمه اینه که آزادی معناش این نیست. آزادی دو تا رکن داره. یکی ظرفیت قدرت انسان، ظرفیت عملکرد انسان بالا بره. دو، این ظرفیت رو از تعلقات آزاد بکنید. این انسان ظرفیت آزادیش رشد پیدا میکنه. حالا با این انسانی که ظرفیت قدرتش رشد پیدا کرده، به عزت رسیده، تحت تأثیر عوامل قرار نمیگیره، این انسان این حول و قوه رو در جهت عبودیت و بندگی خدا به کار میگیره. بنابراین میبینید رسیدن به عبودیت جز با آزادی ممکن نیست. بنابراین نیست که ما رو با جبر به طرف بندگی ببرن. اگر با جبر بردن دیگه بندگی نیست، حول و قوه نیست، اختیاری نیست که بگید من دارم تواضع میکنم، خشوع میکنم، عبادت میکنم. اصلا خشوع و تواضع و مسکنت و تذلل و تعلق نسبت به حضرت حق ممکن نیست الا با اختیار. بنابراین محور این اخلاق آزادی است، اما آزادی به مفهومی که تناسب با عبودیت و قرب و بندگی داره. آزادی به معنی عزت ناشی از بندگی خدای متعال. انسان هرچه رو به عبودیت بیاره عزیزتر میشه، یعنی تحت تأثیر عوامل قرار نمیگیره. این روایت رو مکرر خوندیم، المؤمنو کالجبل الراسخ لا یحرکه العواصف. مؤمن تحت تأثیر طوفان‌های حوادث، وسوسه‌ها، شیطنت‌ها قرار نمیگیره، مثل کوه استواره. طوفان‌ها وقتی میاد درخت‌های صد سالان هم از جا در میاره، ولی کوه‌ها رو از جا نمیکنه. به قول عزیزی میگفت فقط گرد و غبارش رو میگیره، پاکترش میکنه. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. شیطان وقتی گرد بادش رو میفرسته که انسانها رو در کام خودش غرق بکنه، متقین خصوصیتشون اینه به جای اینکه تو کام گرد باد شیطان بیفتن بیشتر به بصیرت میرسن. اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، متذکر میشن. فاذا هم مبصرون، به بصیرت میرسن. وقتی انسان متقی هجوم شیطان رو میبینه، میبینه شیطان از کجا آمد، متوجه میشه سرمایه همینجاست. اگر دید وقتی میخوای سحرخیزی بکنی او حساسه، سختگیری میکنه، میفهمه همینجا رو باید روش دست بگذاری، میفهمه همینجاست که نقطه سکوی پرواز انسانه. چنانت کنید شیطان نقطه های پرواز انسان ها رو خوب رصد میکنه، همون جاها رو میگیره، در کمین مینشینه. لذا انسان متقی وقتی میبینه هجوم شیطان بیشتر شد، بیشتر میفهمه که همه سرمایه همینجاست، باید مقاومت بکنه. تذکروا فاذا هم مبصرون. به قول اون عزیز مثال میزد، میگفت اگر دیدید که اون کسی که سرمایه شناسه، اون دزد سرمایه شناس دور شما میچرخه، بدونید یه سرمایه ای دارید.
وقتی طائف شیطان میاد، انسان متقی تو این گردباد به جای اینکه اسیر گردباد بشه، کنده بشه و غرق تو اون گردباد بشه، به بصیرت میرسه. این همون عزته. پس بنابراین انسان عزیز انسان آزاده. انسانی که آزاد نباشه، هر جاذبه او رو با خودش میبره. اینو که نمیشه بهش بگی آزاد. دقیقا مفهوم آزادی در فرهنگ غرب گاهی غلط و به عکس تفسیر میشه. اسارت بیشتر رو آزادی بیشتر مینامد. انسانی که تأثیر تحت تأثیر تمنیات و اهوا و خواسته های خودش هست و در دم چوگان خواسته های خودش و وسوسه ها و تجلیات و جاذبه های دنیاست، که نمیشه بهش بگی آزاد. بنابراین آزادی به مفهوم صحیحش به معنی قدرت و بعد رهایی از شرایط، این شرط اصلی عبودیته، رکن اصلی عبودیته. رسیدن به عبودیت، رسیدن به اخلاق کریمه جز با آزادی ممکن نیست. اون سهمی که به انسان دادن در تحقق اخلاق کریمه باید با آزادی طی بشه. البته اینو اشاره کردیم، سهم انسان ایجاد اخلاق کریمه برای خودش نیست. سهم انسان تمسک، تولی، خواستن، نیاز پیدا کردن به اخلاق کریمه است. عرض نیازه، این رو خودش میتونه تأمین بکنه. همین کار رو با اختیار باید تأمین بکنه. به هیچ وجه بنابراین نیست که انسان رو توی ریلی قرار بدن که ناخودآگاه حرکت بکنه برسه به یک مقصدی. اگر بنابراین بود، این عالم دنیا و ابتلاعات و درگیری ها و جنگ بین عقل و نفس، جنگ بین شیطان و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لازم نبود. بنابراین مسیر حرکت انسان به سمت عبودیت، به سمت قرب، به سمت آراسته شدن، مسیری است کاملا با اختیار. بنابراین انبیای الهی هم برای انسان یک فضای جبری درست نمی کنن، بلکه بصیرت ها رو ایجاد می کنن، دعوت ها رو روشن می کنن، راه ها رو روشن میکنن. انسان اگر بخواد بره، باید با پای خودش، اونی که سهم خودشه، بره. البته عرض کردم باید توجه داشت، سهم ما در کمال سهم اعطا نیست، سهم درخواسته، سهم عرض نیاز، سهم ایجاد سهم نیازمند شدنه، سهم ایجاد فقره. ما اگر افتقار به اخلاق کریمه پیدا کنیم، به همون اخلاق کریمه عطا میشه. اگر درخواست در اخلاق کریمه داشته باشیم، به همون عطا میشه. این سهمو باید با بصیرت و آزادی و حریت حرکت کرد تا بهش رسید. و دقیقا در این جهت ما در جهت مقابل دستگاه مادی هستیم. در دستگاه مادی ببینید، اقوا میکنن، فریب میدن، تخیل رو تحریک میکنن برای اینکه اون اخلاق و اون حساسیت های لازم رو ایجاد بکنن در طرف. با وسوسه و تحریک و فریب ایجاد اخلاق میکنند. در دستگاه انبیا اصلا اینجوری نیست. پس این نکته اول که محور اخلاق عبودیت، آراسته شدن به بندگی است، تجلیش عبودیت در انحاء مختلفش در روح انسان میشه اخلاق آراسته، اخلاق حمیده، و این رو هم باید با اختیار طی کرد. نکته دوم اینه که در رسیدن به این اخلاق کریمه، ولایت خدای متعال و در طول او ولایت اولیاء معصوم اصله. اینو توضیح دادیم، عرض کردیم عبودیت در عالم یک نظام داره. ما عبد مستقل از نبی اکرم تو عالم نداریم و نخواهیم داشت. عبودیت عبودیت ایشونه، هر کسی دیگه این میخواد عبد بشه در شعاع عبادت ایشونه، به شفاعت ایشونه، انوار عبادت ایشون باید جاری بشه درش. بنابراین تخلق به اخلاق کریمه در هر انسانی، در هر جامعه‌ای
یعنی تجلی شعاع عبادت نبی اکرم و اخلاق کریم نبی اکرم در این جامعه و فرد. اخلاق کریمه یک نظام داره حول نبی اکرم، انسان‌های متخلق، جامعه‌های متخلق، جزیره‌های از هم مستقل و بریده و منفصل نیستن. این هم نکته دوم. نکته سومی که تذکر باید بدیم و در واقع اشاره شده این هست که در تقسیم بندی که در حکمت قدیم می‌کردند، حکمت رو به حکمت عملی و نظری تقسیم می‌کردند. حکمت عملی رو تقسیم می‌کردند به اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدون. سه تا علم بود برای اداره انسان، برای سرپرستی اختیارات انسان، برای هدایت اختیار انسان. یکی علم اخلاق بود که علم اخلاق که انه ناظر بود به اوصاف فردی انسان، اختیار انسان جدای از جامعه. بعد تدبیر منزل بود که اختیار اجتماعی انسانها رو در حد خانه، در حد سیاست گذاری برای اداره یک خانه بیان میکرد قواعدش رو. و سیاست مدن و کشورداری بود که قواعد سرپرستی اختیارات انسان و هدایت اختیارات انسان رو تو جامعه بیان میکرد. همه هم از شئون عقل عملی میدونستن، یعنی میگفتن اینجا جای عقل عمله، عقل عمل انسان، حالا با هر تعریفی که از عقل عمل میکردن، مثل عقل نظر. همینطوری که عقل نظر خودش یک بدیهیاتی داره، از این بدیهیات شروع میکنه با یک روش روشن میرسه به یک دستگاه فلسفی، میرسه به ریاضیات. بنابراین ریاضیات جزو حکمت نظری است، فلسفه جزو حکمت نظری است، یه بدیهیات هم عقل عمل داره، خویه خوبی و بدیهایی رو بالبداهه درک میکنه، حسن و قبهایی رو. همین رو وقتی دنبال کنید از توش نظام اخلاق، نظام تدبیر منزل، نظام سیاست مدن بیرون میاد. ولذا اخلاق رو جدای از تدبیر منزل و سیاست مدن علمی میدونستن که ناظر به احوال فردی انسان بیشتر. و بعدم میگفتن علم اخلاق از موضوعاتی است که مربوط به عقل عملی است و بر اساس عقل عملی میتوان یک علم اخلاق تعریف کرد. بعدم علم اخلاقی که درست میشد حد اکثر این بود که نتیجهش رسیدن به یک جامعه عادله در همین دنیا بود، غایتش حد اکثر این میتونست باشه. نمیخوام بگم همه کتب اخلاقشون اینجوریه، ولی اجمالا اشاره میکنم. حالا نکته‌ای که ما اشاره میکنیم اینه، اولا در اخلاق، رسیدن به اخلاق کریمه، این با عقل عملی فقط تمام شدنی نیست، بلکه عقل باید در مسیر برخورداری از هدایت وحی قرار بگیره تا هم اخلاق کریمه رو بشناسه، هم بتونه متخلق به اخلاق کریمه بشه. یعنی هدایت های وحیانی است که باید بیاد اخلاق کریمه رو توصیف کنه. اخلاق عمیده، اخلاق عبادت و بندگی خدای متعال در همه عوالمه. تناسبات خلقی پرستش خدای متعال رو در دنیا، آخره، برزخ، بعد برزخ و همه عوالم میخواد بیان بکنه، و این از طور فهم عقل عملی انسان بیرونه. بنابراین نه عقل عملی میتواند علم اخلاق مستقل بنویسه، علم اخلاقی که بتواند همه شؤون اخلاق بندگی رو تصویر بکنه، یک. کما اینکه مناسک بندگی و شریعت بندگی رو عقل عمل نمیتونه بفهمه، نیاز به وحی داریم، خلقیات بندگی خدای متعال رو هم عقل عمل نمیتونه بفهمه، نیاز به وحی داریم. محال عقل عمل بتونه یه نظام اخلاقی بنویسه که از توش بندگی خدا در بیاد. قطعا دروغه. بله
دستگاه‌های اخلاقی برای اداره دنیا بر محور دنیا پرستی قربم داره، از اولم داشتن بعدم خواهند داشت. این اخلاق بندگی نیست، این اخلاق استکباری است. اخلاق و عبودیت رو باید از انبیا گرفت، کما اینکه مناسک و شریعت عبودیت رو باید از انبیا گرفت. هر دو به یه جا برمیگردن. شریعت آداب جریان همون اخلاقه، چیز دیگه ای نیست. همینطوری که شریعت رو همه قبول دارن، عقل عمل نمیتونه شریعت بیاره، شریعت رو باید انبیا بیارن، اخلاق هم باید انبیا بیان بکنن. اخلاق یعنی به اصطلاح روحیات بندگی خدای متعال. این بندگی هم برای آبادی دنیا نمیخوان، این بندگی رو میخوان تا مقام قرب و لقا، یعنی تناسبات روحی بندگی خدا، پرستش خدای متعال در همه شؤون احوال و اراده انسان، یعنی تهذیب اراده انسان در جهت قربی، که کار عقل عملی نیست. که عقل عملی میتونه چنین دستگاهی رو درست بکنه؟ کما اینکه عقل نظری هم در واقع نمیتونه یه دستگاه فلسفی منظم برای توصیف همه ارکان عالم بده. همون قدم اول محتاج به وحی میشه. حالا این یه سخن پردامنه است. من به نظرم میاد اگر انبیا نیامده بودن، عقل نظری ما به اثبات خدا نمیرسید. انبیا هستن که میان عقل نظری رو به کار میگیرن برای اثبات خدا، برای ایجاد ایمان. درست انبیا با عقل بشر کار دارن. اینجور نیست که اگه در ما عقل نبود میتونستیم به کمال برسیم، ولی اینطور هم نیست که عقل خودش میره خدا رو اثبات میکنه دنبال خدا میره. اینجوری نیست. انبیا آمدند اثبات کردن خدا رو، البته با تکیه به عقل ما، از عقل ما استفاده کردن، عقل ما رو به تعبیر دیگه به کار گرفتن، سرپرستی کردن عقل ما رو، کما اینکه سرپرستی عقل نظر رو کردن برای بیان معارف، سرپرستی عقل عمل برای بیان نظام اخلاقی که اخلاق بندگی خدای متعال رو در جمیع شؤون حیات بیان میکنه کار انبیاست. اخلاق مستقلی که در یونان قدیم بوده بر محور عقل عملی، اخلاق انبیا نیست. نمیگم هیچ اثر از فرهنگ انبیا نپذیرفته، اما نظام اخلاقیشون نظام اخلاق انبیا نیست. بی تردید نظام اخلاق انبیا نظام اخلاق دیگری است و اصلا معنا نداره عقل عملی انسان خودش بتواند مناسک عبادت رو در عمیق ترین سطح، یعنی در اعماق روح انسان بفهمه، در شریعت نفهمه. اگه مناسک عبادت روحی رو بفهمه، به طریق اولا شریعت رو باید بفهمه. اخلاق یعنی مناسک بندگی خدا در روح، در باطن. این کار انبیاست بیانش. هیچگاه دست عقل عملی انسان به اونجا نمیرسه. البته انبیا از همین عقل کمک میگیرن. اجمال اون اخلاق در عقل عملی و در فطرت انسان هست، یعنی در فطرت انسان میل عبادت به عبادت و بندگی و مناسک بندگی هست. در یه جلسه تقدیم کردیم، هم میل به توحید، هم میل به راهش، هم نفرت از استکبار در فطرت انسان هست، نفرت از راه هم هست، یعنی میل به اخلاق کریمه و میل به عبودیت در انسان هست. بنابراین اجمالا در فطرت عقل انسان هست، اما انبیا باید اینو شکوفا بکنن، باید تبدیلش بکنن به یک نظام اخلاقی که اخلاق بندگی رو در همه شؤون حیات بیان بکنه. بنابراین تبیین اخلاق عمل کار وحیه، کار انبیاست. این یک نکته که نقطه افتراق ماست از خیلی افراد. ما که میگم یعنی موحدین، طرفداران انبیا. دو، اینجور نیست که اخلاق رو شما وقتی میخواید تعریف کنید بر محور عقل خود انسان تعریف کنید. بگید انسان اخلاقی یعنی انسانی که عقلش حاکم بر قوه غضب و شهوت و وهم. شما اینو نمیپذیرید. ما میگیم انسان اخلاقی یعنی انسانی که عقلش در تولی به انبیا قرار میگیره
و ولایت انبیا نور ولایت اونها محور محور حالات روحیش میشه، نه عقلش. به تعبیر دیگه تهذیب حرکت بر محور عقل نیست، حرکت بر محور انبیاست. انسان مهذب یعنی انسان عبد، انسان عبد یعنی انسانی که دنبال انبیاست. عبودیت جز از راه انبیا متصور نیست، معقول نیست بگید بندگی خدا در عمیق ترین سطح خودش نیاز به انبیا نداره. چه حرفیست؟ خیلی حرف بی‌پایه‌ایست. عمیق ترین سطح عبادت خدا عبادت در خلقه، عبادت در حالات روحیه. مگه میشه بگید این عبادت نیاز به انبیا نداره؟ این اعلام استغنا از انبیاست، اعلام بینیازی از انبیاست. کما اینکه در حوزه عقل نظرم اگر شما توصیف عالم رو به عهده عقل گذاشتید مستقل از انبیا، این اعلام بینیازی از انبیاست. ما در هیچ حوزه بینیاز از انبیا نیستیم، محتاج به انبیا هستیم، به خصوص در اخلاق به این معنایی که عرض کردیم. اخلاق یعنی حالاتی در روح انسان که شعاع بندگی خداست، به خصوص با این ترکیبی که ما عرض کردیم که اخلاق اصلش به نبی اکرم عطا شده صلی الله علیه و آله و سلم. ما در تولی به ایشون متخلق به اخلاق میشیم، شعاع اخلاق ایشون با شفاعتشون در روح ما جاری میشه. چطور میشه بگید انسان ها خودشون میتونن با عقل عملشون یه نظام اخلاقی، اخلاق حمیده در مکتب انبیا رو تعریف کنن، بسازن، بعدن به اخلاق حمیده برسن؟ بله میتونن برای اداره نظام خودشون یه اخلاق درست کنن، بگن اگه به این غایت میخواید برسید این اخلاق خوبه، میخواید به توسعه مادی برسید توسعه مادی اخلاق متناسب با خودشون میخواد، به اون اخلاق بگن اخلاق کریمه. یعنی اخلاق پرستش دنیا رو اسمشو بذارن اخلاق حمیده. بله انسان با استکبار در مقابل انبیا هم میتونه یه دستگاه درست کنه برای استکبار، برای شیطنت امدادم میشه. یعنی دستگاه ابلیس هم در عالم امداد میشه. دستگاه ابلیس اخلاق درست کرده، فلسفه درست کرده، تمدن درست کرده، ما که منکر این نیستی. اما اخلاق دستگاه ابلیس اخلاق توسعه، اخلاق عبودیت نیست. بحث سر اینه آیا اخلاق عبودیت هم عقل عملی میتونه مستقل از انبیا بفهمه؟ بله اخلاق توسعه یعنی اخلاق شیطنت، اخلاق پرستش دنیا، اخلاق توسعه لذت جویی و کامجویی با دنیا، توسعه عشق ورزی به دنیا. بله این اخلاق رو انسان ها میتونن ایجاد بکنن، تمدنش هم میتونن بسازن. دستگاه ابلیس این تمدن ایجاد کرده، امدادم شده در عالم دنیا، اخلاق مادی هم ایجاد میکنه. اخلاق کریمه رو جز از مکتب انبیا نمیتوان گرفت، یک جز با سرستر پرستی انبیا نمیتوان به اون اخلاق رسید، کما اینکه به توحید نظری جز با سرپرستی انبیا نمیتوان رسید. البته انبیا با عقل آدم کار دارن، انبیا مبعوث تو عالم دنیا، مبعوث به ما انسانهای عاقل هستن. اگر با سفها و مجانین و حیوانات هم کار داشته باشن یه کار دیگریست، این بعثتشون بعثت برای انسانهای عاقله، اونهایی که نور عقل دارن. ولی این که مخاطب انبیا عاقلان هستن معناش نیست که عقل خودش میتونه یه دستگاه نظری درست کنه، عالم رو گز بکنه، خدا رو توصیف کنه، آخرت رو توصیف کنه، معاد رو توصیف کنه، کاری هم با انبیا نداره. از اساس این نگاه باطله. آقا خدا هم عقل نظری جدای از انبیا نمیتونه اثبات بکنه، جز مغالطات بزرگه. انبیا آمدن عقل نظر رو به کار گرفتن برای اثبات خدا. لذا ببینید روایت ما میفرماد اول انسانی که رو زمین بوده حجت خداست، آخرین انسان رو زمین هم حجت خداست. بدون حجت عقل هیچ حجتی رو تمام نمی کنه. بعضی تمسک کردن به این آیه که
خدای متعال میفرماید در روز قیامت اگر ما پیغمبر نمیفرستادیم احتجاج به ما میکردن چرا پیغمبر نفرستادی. پس عقل خودش برای احتجاج کفایت میکنه. این که کاملا دلیل به عکسه. این که میگه انسان اگه پیغمبر نداشت به خدا احتجاج میکرد که خدای من راهوچا و بلد نبودم. این که معناش این نیست عقل بدون انبیا راهوچا میفهمیده. اگه بدون انبیا راهوچا میفهمید پیغمبرم مبعوث نمیشد بهش جواب میدادن میگفتن تو که میفهمیدی پیغمبر میخواستی چیکار. این کاملا دلیل برخلاف اوست. بنابراین عنایت کنید نه در حوزه نظر، نه در حوزه عمل، نه در تفسیر نظری عالم، دستیابی به معارف حق بدون انبیا ممکنه؟ یک کلمش بدون انبیا ممکنه. کما این که در حکمت عمل رسیدن به اخلاق کریمه عبادت و بندگی جز با انبیا نه تبیین میشه نه محقق میشه. تحققش در روح انسان و جامعه به شفاعت انبیاست. بیانش هم کار انبیاست. سرپرستی برای ایجاد شرایطش هم کار انبیاست. اصلا کار عقل نیست. بله البته عقل رو به کار میگیرن، عقل در خدمت انبیا این حقایق رو میفهمه، ولی عقل مستقل نمیتونه بفهمه. انبیا هستن که نظامات اخلاقی رو بیان میکنن. البته عرض کردم میل اجمالی، فطرت اجمالی، یک میل و نفرت اجمالی، یک درک اجمالی از حق و باطل در فطرت انسان هست، از مسیر، از تفصیل علم اخلاق. اونا انبیا شکوفا میکنن. این بذر رو انبیا میشکفن. دانه گندم استعداد خوشه شدن رو داره ولی بعد خورشید بهش بتابه. اگه خورشید بهش نتابه این شکوفا نمیشه. ولو این که استعداد داره. عقل بدون تابیدن انبیا نه به معارف میرسه نه به اخلاق. نه فقط نمیتونه متخلق بشه بدون دستگیری انبیا، نمیتونه اخلاق کریمه رو توصیف کنه، اخلاق عبادت، اخلاق قرب، اخلاق بندگی، اخلاق دنیا پرستی که نیست که دستگاهش ابلیس رو هم خدا امدادش بکنه در فهمش. اخلاق بندگی خدای متعال از طریق انبیا بیان میکنه. فقط دستگاه انبیا برای بندگی تو عالم درست شده. کسی مستقل از انبیا بخواد بره بندگی کنه محال امداد بشه، کمترین امدادی نمیشه. اگه کسی خواست جدای از انبیا بگه خدای من میخوام تو رو بپرستم، به عقل من بفهمان که راه بندگی چیست، خدای متعال میفهمد راه بسته است. نفس این کار تو استکباره. جدای از انبیا میخوام بیام یعنی چه؟ لذا ببینید عبادت و بندگی جز بر محور انبیا ممکن نیست در عالم. چطور میشه اصلی ترین رکن عبادت که اخلاقه، عقل عملی خودش میفهمه اینا یعنی چی؟ اینا نفس اینجور تلقی استکبار نفسه. نفسش، نفس خود این نوع تلقی انانیت نفس انسانه. چطور با انانیت نفس میشه به اخلاق بندگی برسیم؟ بندگی جز با تبعیت از انبیا ممکن نیست. راهش هم خدای متعال قرار داده. هر کی هم بخواد این راه رو نره عذرشو میخوان. بالاتر از شیطان که نیست که 6000 سال عبادت کرده بود گفت خدای خودتو مستقیما سجده میکنم، اما از طریق آدم بیا در مقابل او تواضع کن اینو قبول ندارم. خدای متعال فرمود اون دیگه نفس پرستیه. از اون راهی که من میگم باید منو عبادت کن. راه عبادت انبیان، راه گسترش اخلاق کریمه انبیان. عقل عمل مهار نظام اخلاقی بر محور بندگی خدا بتونه بفهمه یا بتونه تو عالم پیاده بکنه. همه عقلا دست به دست هم بدن پیغمبر نیاد اخلاق کریمه رشد نمیکنه. نه اخلاق کریمه فهم میشه نه اخلاق کریمه رشد میکنه. شیطان میاد تو عقلها نفوذ میکنه، عقلها رو منحرف میکنه. از دل همین عقلها، یعنی شعله عقلها رو به تعبیر دیگه خاموش میکنه، نفسانیات رو غالب میکنه،
اخلاق مادی رو به جای اخلاق الهی به جامعه عرضه میکنه. قسمت عمده اون که تو حکمت یونانه همینه، گرچه قسمتش هم تحت تأثیر فرهنگ انبیا بوده. این هم نکته یک. نکته دیگه این است که پس بنابراین اخلاق تبیینش کار انبیاست، تخلق به اخلاقم به معنی عقل محور شدن نیست، به معنی ولی محور شدنه، پیغمبر محور شدنه. انسان متخلق یعنی انسانی که بر محور انبیا حرکت میکنه. لذا ما میگیم انسان اخلاقی کامل یعنی شیعه، جز شیعه صاحب اخلاق کریمه نیست. انبیای گذشته هم شیعه بودن، اممشون هم شیعه بودن، همه موحدین عالم اونایشون که از راه انبیا رفتن درست رفتن شیعه، خود انبیایشون شیعه امیرالمومنین بودن دیگه. نکته دیگری که هست اینه که اخلاق فقط مال اوصاف فردی انسان نیست، ما اخلاق در منزل و اخلاق در جامعه داریم. یعنی شما وقتی میخواید نظام خانواده رو استوار بکنید باید اول اخلاقش رو درست بکنید، اخلاق ارتباطات خانوادگی، یعنی انگیزه هایی که پشت سر این روابط خانوادگی است و رابطه خانوادگی رو شکل میده. هر خانواده‌ای، چه خانواده مدرن، چه خانواده به قول این آقایون سنتی، چه صنعتی، چه غیر صنعتی، خانواده جز بر اخلاق نمیتونه شکل بگیره. باید یه انگیزه هایی باشه که اون انگیزه ها یه عاطفه هایی باشه، حساسیت هایی باشه که روابط خانوادگی بر اونها استوار بشه. اخلاق منزل رو هم باز باید انبیا بیان بکنن، یعنی از کوچکترین جامعه که یک خانواده است اگه بخواد اخلاق عبادت درش جاری بشه بر محور انبیا باید جاری بشه. یعنی اگر ولایت انبیا بر خانواده جاری شد، تمسک به انبیا در اخلاق خانواده بود، اخلاق الهی میشه و الا میشه اخلاق مادی، روابط هم میشه روابط مادی. عیناً در جامعه هم همینطور، یعنی جامعه هم پشتوانه اصلیش اخلاق اجتماعی است. شما اگر انگیزه های اجتماعی که مبدع حرکت جامعه و شکل گیری نظام و ساختارهای اجتماعی میشه اینو بردارید، نظام جامعه فرو میریزه. یعنی اگر همدلی در جامعه نباشه، گرایش مشترک جامعه نداشته باشه، اخلاق مشترک نداشته باشه، چطور میتونه وحدت اجتماعی درست بشه؟ زیربنای وحدت اجتماعی اخلاق مشترکه. این اخلاق مشترک هم باز انبیا درست میکنه. پس اخلاق هم زیربنای جامعه است، هم زیربنای خانواده است، هم زیربنای رفتار فرده. هر سه هم اگر بخواد اخلاق عبادت باشه، یعنی بندگی و پرستش در فرد، جامعه و خانواده جاری بشه، در عمق روح فرد و جامعه و خانواده بندگی خدای متعال جاری بشه، جز از طریق انبیا تحقق یافتنی نیست. پس اولا جدا کردن حوزه اخلاق از تدبیر منزل و سیاست مدون، این با غفلت از اینه که اخلاق زیر بنای خانواده و جامعه هم هست و نمیشه سه تا شالوده اخلاقی درست کرد بگیم اخلاق اجتماعی کاری با انبیا نداره. بله، اونایی که قائل به دین حد اقلی هستن، عبادت خدا رو نمیخوان تو خانواده بیارن، تو جامعه بیارن، فقط میخوان تو خلوت فردی ببرن، اخلاقم فردی معنا میکنن. اخلاق اجتماعی رو بعد میگردونن به علوم، روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، اینا میشه زیربنای اخلاق اجتماعی. ولی اگر کسی عبادت خدا رو میخواد تو جامعه و خانواده انجاری کنه، باید تو عمیق‌ترین لایه‌های خانواده و جامعه عبادت بیاد. یعنی اخلاق جامعه باید بشه اخلاق پرستش خدا، اخلاقی که زیربنای جامعه است، اخلاقی که زیربنای خانواده است و همه روابط خانواده به او استوارن، باید بشه اخلاق بندگی.
اگر خلقیاتی که ما رو به هم گره میزنه استکباری بود، روابطمون میشه استکباری. اگر تو این اخلاق انگیزش مادی اصل بود، حتما به دنبالش همونی که عرض کردم، ملع و مترفین و استضعاف و متفرق کردن، جعلهم شیعاب و اینا شکل میگیره. درگیر کردن جامعه ها با هم برای برتری جویی شکل میگیره. اخلاقی که در جامعه است اگه بخواد اخلاق عبادت باشه، مناسبات اجتماعی مناسبات عبادت و بندگی باشه، باید حتما بر محور انبیا باشه. اخلاقی که بر محور عقلانیت مادی و خود بنیاد و بر محور اولیاء طاغوت شکل میگیره، اخلاق استکباریست. نظام اجتماعیش هم میشه استکباری، که عرض کردم در خطبه قاصعه حضرت توضیح میدن استکبار علالله تبدیل میشه به استکبار اجتماعی، تبدیل میشه به ایجاد یک ملع، یک طبقه واسطه بین خود این مستکبرین و بدنه جامعه. به وسیله اینها جامعه رو به تفرق، تشدد، درگیری میکشن، خونساشون میکنن، ازشون بار میکشن. جامعه توحیدی که همه بر محور عبادت خدا روابطشون باشه، همه بخوان بیشتر فداکاری بکنن، همه بخوان بر محور محبت خدا و اولیاء خدا با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن، چنین جامعه‌ای جور از جز بر محور شکل نمیگیره. پس بنابراین اگر باید روابط اجتماعی و خانواده هم بر محور عبودیت اداره بشه، استکبار همه جا باید ریشش کنده بشه، عمیق‌ترین لایه‌اش در اخلاقه، یعنی اخلاق خانواده. اخلاق اجتماعی باید بر محور عبودیت شکل بگیره، یعنی بر محور انبیا شکل. یعنی ولایت انبیا باید و اوصیا، ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش، باید محور اخلاق کریمه در خانواده باشن، در جامعه باشن، کما اینکه محور اخلاق کریمه فردی هستن. و اصولا اخلاق انسان به کمال نهاییش نمیرسه الا اینکه این اخلاق تو روابط خانوادگی و اجتماعی هم جاری بشه. یعنی اگر انسان بخواد بره تو غار زندگی بکنه، انسان کامل نیست. انسان باید خانواده تشکیل بده، باید تو جامعه زندگی بکنه، ولی همه روابط خانوادگی و اجتماعیش بر محور اخلاق کریمه باشه، یعنی بر محور عبادت باشه. اون وقت عبادت به کمال خودش میرسه. عبادت در غار که کمال نمیاره بر انسان. این که بگید انسان تو خلوتش بندگی خدا رو کنه، اخلاقش الهی باشه، تو جامعه و خانواده که میاد دنبال نفس پرستی باشه، این شرکه. اطلاق توحید یعنی این که همه جا باید خدا رو بندگی کرد، انانیت و استکبار رو همه جا باید سرکوب کرد، اقتضا میکنه بنیان جامعه باید بر عبودیت باشه، بنیان خانواده باید بر عبودیت باشه. یعنی بنیان اخلاقی که زیر بنای جامعه و خانواده است باید بر بندگی خدا باشه. و چون بندگی خدای متعال راهی نداره جز راه انبیا، ان الله تبارک و تعالی لو شاء لعرف العباد نفسه. خدای متعال اگه میخواست برای هر یه نفر راه مستقیم به سوی خودش باز میکرد، خودشو معرفی میکرد، ولی نکرده این کار رو. ولیکن جعلنا ابوابه و سبیله و سراته و وجهه الذی یعطامه. ما وجه اللهی، ما بابی، ما سراتیم، از طریق ما باید خدا بندگی بشه. بنا عبد الله بنا عرف الله. نمیشه راهی رو که خدا داده نرفت بعد بگی میخوام بندگی کنم، این خودش استکباره. خدا از راهی که تو گفتی نمیخوام بیام، ولی میخوام بندگی کنم. میدی که بندگی نیست که. پس اگر همه جامعه باید، همه روابط انسان ها باید بشه عبادت، و عبادت جز بر محور انبیا و اولیا ممکن نیست، بنابراین اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، اخلاق خانوادگی همه بر محور عبودیت باید شکل بگیره. یعنی تجسد بندگی خدا باید تبدیل بشه به رابطه همسر با همسر، پدر با فرزند، فرزند با مادر، مادر با فرزند. رابطه روحی اونها باید رابطه بندگی باشه.
مادر ارتباطش با فرزند باید مستکبرانه نباشه، فرزندم همینطور، همسر با همسر همینطور، هر دو باید در محور محبت خدا و محبت ولی خدا به هم محبت بکنن. دوست می‌داره فداکاری بکنه برای همسرش به خاطر خدا، دوست می‌داره بال زیر پای پدر و مادرش بشه به خاطر خدا. وقت جناحک وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، باید انسان بال مذلت بشه وجودش زیر پای پدر و مادر که اونا رو بال من پرواز بکنن. چرا؟ برای خدا، برای قرب. چرا باید همسر برای همسر فداکاری بکنه؟ برای خدا. یه خورده لطیف‌تر بشید برای ولیش. خانواده میشه یکی از سلول‌های جامعه امام، میخوان حول امام سجده خدا رو بکنن، محبتشون به هم دیگه بر محور محبت ولی خداست. یعنی همه ارتباطات روحی در جامعه مؤمنین از محور ارتباط با خدا میگذره. خشوع در مقابل خدا تبدیل میشه به رابطه همسر با همسر، رابطه روحی، بعد از رابطه روحی میشه رابطه فکری و مناسک، مناسک رفتاریشون با هم دیگه. مناسک رفتاری فرع بر ارتباط روحیه. ارتباط روحیشون با هم دیگه باید از بستر ارتباط روحی با خدا گذر کنه. یعنی اخلاق خانواده باید الهی بشه، بعد روابطش الهی بشه، و الا اگه اخلاق استکباری بود روابط الهی توش جاری نمیشه. اخلاق اجتماعی باید الهی بشه، یعنی ارتباط همه اقشار با هم، ارتباط روحیشون، ارواح انسان ها وقتی با هم ارتباط پیدا میکنه و بغضشون، میل و نفرتشون باید بر محور استکانت و تذلل در مقابل خدا باشه. و الا اگه ارتباط انسان ها ارتباط روحیشون استکباری شد، همه میخوان دیگران رو استخدام کنن برای منافع خودشون، محال شما بتونی شریعت رو تو این جامعه پیاده بکنید. شریعت مبتنی بر اخلاق الهی تو جامعه پیاده میشه. اگه اخلاق استکباری بود، دنبال توسعه لذت جویی هستن که توسعه لذت جویی روحیه استکباری است که انسان میخواد همه دیگران رو نردبان منافع خودش بکنه، شما چجوری میتونی شریعت رو تو این جامعه پیاده کنید؟ کجا میشه فقه اقتصاد اسلام رو پیاده بکنید تو جامعه‌ای که اخلاق اقتصادیش مادی است؟ یعنی انگیزش ها مادی است، انگیزه ای که تبدیل به حرکت اقتصادی میشه مادی است. شما میخواد فقهش رو اسلامی کنید؟ شدنی نیست. اگر انگیزش اقتصادی اخلاق اقتصاد اخلاق مادی است، فقهش هم فقه مادی خواهد. اگه انسان اکونومیک اقتصادیتون انسان مادی است، حتما روابطش هم باید تو دنیای مادی تعریف بشه. اگه انسان اکونومیکیتون انسان وقف شد، یعنی انسانی که همه چیشو وقف ولیش کرده، این انسان میتونه اخلاق اقتصادیش هم اخلاق اسلامی باشه. پس عنایت دارید اخلاق عمیق‌ترین لایه پیوند اجتماعی و خانواده است. روبناش میشه روابط، رفتارها. باید اخلاق بر محور بندگی خدای متعال تو جامعه شکل بگیره. اخلاق در خانواده باید بر محور بندگی باشه، یعنی بر محور تولی به ولایت ولی الله، بر محور حب و بغض الهی. یعنی رابطه روحی من با شما باید از رابطم با ولیم عبور کنه. خشوع در مقابل او، تولی به ولایت او، تسلیم بودن به او باید تبدیل بشه به ارتباط روحی من با شما. لذا بشم سلم لمن سالمکم، بشم بال زیر پای بقیه مؤمنین، خودم رو زیر پای مؤمنین قرار بدم که اونا رشد بکنن. تو خانواده خودم رو فدا کنم که بقیه رشد کنن، نه اینکه بگم من باید رشد کنم بقیه باید خادم من باشن. این اخلاق الهی نیست، روابطش هم الهی نمیشه. اگر اخلاقم مادی کردیم که انگیزش مادی موجب شد که به خاطر انگیزه های مادی به هم نزدیک بشیم، حتما از توش روابط استکباری در میاد. اخلاق استکباری به روابط استکباری ختم میشه.
پس نکته دیگری که در باب اخلاق قابل تأمل اینه، نمی شود حوزه اخلاق فرد رو از اخلاق خانواده و جامعه برید. همش باید حول بندگی خدای متعال شکل بگیره و قهرن هم بیانش از طریق وحی و انبیاست، هم تحققش بر محور ولایت انبیاست. جامعه ولی مدار، خانواده ولی مدار، خانواده هایی که سلول های جامعه مؤمنینن، سلول های جامعه بر محور ولی خدا هستن، این خانواده ها اخلاقشون الهیست، روابطشون الهیست. شما دیدید ما بدنمون اعضا داره، بافت داره، سلول داره، سلول ها به صورت یه شبکه، میدان جاذبه‌ای که اینا رو به هم گره میزنه همش حول جاذبه روح انسانه. یعنی همه بدنمون از اندامهاش، قلب، ریه، مغز، تا وارد این اجزای اندامها بشید تا سلولها، همه جاذبه‌ای که اینا رو به هم گره میزنه حول جاذبه روح انسانه. شما وقتی روح رو بردارید همه این رابطه ها متلاشی میشه، همه جاذبه ها از بین میره. جاذبه یعنی اخلاق، اخلاقی که شبکه اجتماعی درست میکنه، جامعه مؤمنین بر روز استواره، روبناش میشه رفتار سلول ها. رفتار سلول ها تابع میدان جاذبه هاست. میدان جاذبه ای که مؤمنین رو به هم گره میزنه، روح ها رو به هم گره میزنه، یه جامعه درست میکنه، همش حول جاذبه روح جامعه است، یعنی ولی خدا. جاذبه اوست که تبدیل میشه به جاذبه بین انسان ها و مؤمنین و طبقات، همه رابطه ها حول محور ولیشون، بر محور ولیشون هم سجده میکنن، روابطشون هم روابط متواضعانه. محال چنین اخلاقی جز انبیا بتونن بیان کنن و رهبری کنن. بنابراین جامعه ای، فردی، جامعه ای، خانواده ای به کمال اخلاقی میرسن که هم افراد، هم جامعه، هم خانواده، همشون، همه ارتباطات روحیشون حول محور ولیشون و بر محور سجده در مقابل خدای متعال باشه. خب حالا چنین، پس ببینید جدا کردن سیاست مدن و تدبیر منزل و اخلاق از همدیگه غلطه. شالوده تدبیر منزل و سیاست مدن هم اخلاقه و همه اینا یه اخلاقه، اخلاق فرد و خانواده و جمع یه نظام اخلاقی است. انسان بدون جامعه کامل به کمال نمیرسه. خب حالا این فرایند چجوری حاصل میشه؟ این یه فرایند تاریخی است. حالا این تعابیرم خیلی دوست ندارم به کار بگیرم. تدریجا تحت ولایت انبیا یه چنین جامعه محقق میشه تا در عصر ظهور. در عصر ظهور موانع و حجاب‌ها کنار میره، جامعه بر محور ولی خدا شکل میگیره. همه افراد سلول‌های این جامعه هن. خانواده‌ها مثل بافت‌های این جامعه هن. طبقات و اقشار و صنوف مثل اعضای این جامعه هن. روحش کیه؟ ولی خدا. بر محور ولی خدا دائما ساجد و راکعن، الذین هم فی صلاتهم دائمون. ولیشون، حتی سلمان، یعنی یک جامعه بزرگ که همه روابطشون بر محور ولیشون باشه شکل نگرفته، این تو عصر ظهور و رجعت شکل میگیره. لذا مؤمنین کامل که نتونستن حجاب دستگاه شیطان، ظلمات دستگاه ابلیس و اولیاء طاغوت نذاشته درست خدا رو بندگی کنن، بر میگردن بر محور ولیشون، در درون یک جامعه عبادت اجتماعی میکنن، با همدیگه به صورت مشاع خدا رو سجده میکنن، همه هم تو عبادت هم شریکن. یعنی اخلاق اجتماعی بر محور ولی، بر محور امام معصوم علیه السلام در عصر ظهور شکل میگیره. اکمال اخلاق در عصر ظهوره. شما اگه اخلاق فردی رو از اجتماعی ببرید بگید نه آقا جان به کمال اخلاقی کامل رسیده، من در زمین جناب سلمانم باید بیاد تو عصر ظهور، تو جامعه ای که همه شبکه ها شبکه بر محور ولی خداست، اونجا بندگی کامل بکنه. البته تو رتبه جناب سلمان سلام الله علیه، نه تو رتبه من. کامل ترش هم که تو عالم آخرته.
این هم یک نکته. از اینجا که وارد بشیم یه دو نکته دیگه اشاره میکنم، عرضم رو جمع میکنم گرچه بحث ناتمام میمونه. یک نکته اینه، بر اساس این نگاه محور اخلاق تولی و تبریز. اگه میخوایم نظام اخلاقی بنویسیم، اول بالا باید بذاریم عبودیت مسکنت، زیرش بنویسیم تولی تبری. طریق قرب تولی و تبریز، هر دو با هم هست. اینا دو تا بالا اتقرب الی الله. به چی؟ فی هذا اليوم و فی موقف هذا، اللهم انی اتقرب الیک فی هذا اليوم و فی موقف هذا و ایام حیاتی بالبراءه منهم و اللعنه علیهم و بالموالاه لنبیک و آل نبیک علیه. تخلق کامل یعنی تبری کامل و تولی کامل. اگر به یک جلوه دستگاه شیطان انسان تولی ناخودآگاه هم داشت، در از نظر اخلاقی کامل نیست. مظاهر مادی تمدن شیطانی رو دوست می‌داره تای روحش، این تبریش کامل نیست. عسل معاویه هم بده، بعد از عسل معاویه هم تبری جد، چون مال معاویه است. قصه ابوذر رو که شنیدی، عسل معاویه هم از زهر برای ابوذر تلختره. میتونست عسلش که شیرینه میخوریم نمازمونو پشت سر از تعمیر میکنیم. این کار ابوذر نیست. ابوذر سفرش هم سفره نون جوی امیرالمومنین برای شیرین تر از عسل معاویه است. بندگی خدای متعال خرج داره. جمع بین حب دنیا و حب الله، حب ولی خدا و حب دشمن نمیشه. این همونیست که تو روایات داره در قلب در وجود شما دوتا قلب قرار ندادن، هم ما هم دشمن، یا ما یا دشمن. فرمود اونایی که هر دو رو دوست میدارن سر دوراهی یکیشو انتخاب میکنن. شناخت مظاهر تمدن مادی و تبری ازش رکن اخلاقه. بی تفاوتی نسبت به دستگاه کفر لااقل در روح. فرمود نهی از منکر مراتبی داره، حداقلش در قلبه. قلب انسان نفرت داشته باشه. این که انسان مظاهر منکر و ولایت شیطان رو نشناسه و قلبش هم نسبت به اونها حساس نباشه، این که با کمال اخلاقی نمیسازه، این نقص در اخلاقه. بعد انسان نسبت به همه مظاهر تمدن مادی در قلبش لااقل نفرت داشته باشه. کاملترش اینه که تو حوزه فکرش هم موضع داشته باشه، تو عمل هم موضع داشته باشه، لااقلش در روحه. چطور من بگم یه انسانی که موضع نسبت به دستگاه شیطان نداره این انسان کامل اخلاقیه؟ همه عرفای شیعه اینو توی یه سطحی قبول دارن، میگن اگر کسی نسبت به دشمنان اهل بیت تبری نداشته باشه کامل نیست اخلاقش. اینو بیاری جاری کنید تو تاریخ، دشمنان امام حسین امروز هم هستن. عاشورا تاریخ خودو جبهه کرده. من اگه نشناسم مظاهر تاریخی بت‌پرستی و شیطنت و استکبار و دستگاه ابلیس، و وقتی ابلیس دستگاه بت‌پرستیشو عوض کرد، رنگ بت‌پرستیو عوض کرد، چوبو تبدیل کرد به تکنولوژی، من دیگه نشناسم تکنولوژی مادی رو ازش تبری نجوام، چجور میشه بگم من موحدم اخلاقم کامله؟ به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه در اون پیامشون فرمودن بت پرستی مدرن، اگه من بت پرستی و استکبار مدرن رو نشناختم و گفتم این طریق بندگی خداست، خب زمینگیر میشم. حالا یا قاصرم عقاب نمیشم ولی رشد نمی کنم، یا مقصرم که عقابم میشم. بنابراین تولی و تبری رکن اول اخلاقه، بعد از مسکنت و خضوع. طریق خضوع تولی و تبری. انسانی که تبری از استکبار نداره چطور میتونه مستکبر نباشه؟ انسانی که بی تفاوت نسبت به دستگاه باطل و ستمی است که بر دستگاه حق کرده، روایت روی توی جلسه ایخ تقدیم کردم خدمتتون، کسی که تبری نداره از دشمنان سید الشهدا و دشمنان تاریخیش، نه دشمنان همون زمان،
این چطور میتونه بگه من تو اخلاق کاملم؟ دشمنی که داره شیطنت میکنه بر علیه سید الشهدا. امروز دیگه علنن هم میگن دیگه، میگن آقا ریشه اسلام رو دشمن خودشون میدونن، ریشه اسلام انقلابی هم عاشورا میدونن، میگن ریشه اینو بعد از فرهنگ دنیای اسلام کند. چطور میشه بعدم با اینا دشمن نباشه بگه من حبم نسبت به سید الشهدا کامله، من اخلاقم کامله؟ کجا اخلاق کامله؟ ما اخلاق درویشی به این معنا نداریم. آقا من امیرالمومنین رو دوست دارم، اگه دشمنش هم دشمن میداری قبول دارم، و الا قبولت نه. خود حضرت فرمود سه دسته دشمن منه، دشمن ما، دشمن ما، دشمن دوست ما، دشمن ما دوست، دشمن ما دشمن ما. اخلاق بدون تبری، اونم تبری کامل از همه مظاهر دستگاه ابلیس، دستگاه سقیفه. من از آغاز سقیفه تبری به جوام دنبالش رها بکنم، این کامل نیست. البته پیداست تبری مراتب داره ها، تبری از اونایی که محورن اوله، روشنه، جز اصول دینه، کسی نداشته باشه اصلا شیعه نیست. مراتب پایین ترش جز اصول دین نیست ولی جز فروع اخلاقی هست. انسانی که تبریش کامل نیست متخلق نیست. انسانی که حساس نیست نسبت به پرچم اسلام چطور میتونه بگه من متخلقم؟ این چه نوع تعریف از اخلاقه که بگیم انسان کامل اخلاقی است اما براش مهم نیست که پرچم اسلام شکست بخوره یا پیروز شه؟ این کجاش اخلاق داره؟ این همون اخلاق یونانه. اخلاق انبیا اخلاق تبری و تولی. تبری و تولی به این معنا یکی از فروع نیست، جزء اصلی ترین اصوله، رکن توحیده. این که فرمود اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اشهد ان علی ولی الله، اله هنا التوحید، یعنی همین رکن توحیده. و دیگر این که پس معلوم میشه که تهذیب فردی، خانوادگی، اجتماعی با هم باید واقع بشه، البته توی تدریج تاریخی بر محور تولی و تبری. لذا معلوم میشه مجاهده و درگیری محور تهذیب اخلاقی، جهاد یکی از ارکان اخلاقی، از ارکان مهم میشن. همینجا من دیگه عرضم رو جمع کنم، چون بحث رو در جاهای دیگه، در فضاهای دیگه ترسیم کردم، آثارش هست، بیشتر بحث نمیدم. لذاست عاشورا میشه کانون تهذیب اخلاق، اخلاق فرد، جامعه و تاریخ. حضرت در سرپرستیشون نسبت به عالم، برای اینکه هدیناه و نجدین، فضا رو باز بکنن برای اختیارات عباد که بتونن مسیر حق رو بفهمن و انتخاب بکنن، بفهمن کی حق کی باطل، کی راست میگه، کدام ولی راست میگه در ادعای محبتش، کدام یکی دروغ میگه. حضرت بالاترین فداکاری تاریخی رو کردن، بزرگترین مصیبت عالم رو و تاریخ بشریت رو تحمل کردن که همه عوالم رو تحت تأثیر قرار داد، برای اینکه بصیرت ایجاد کنن که ولی حق اینجاست، ما دستگیر شما هستیم، ما راه نجات شما هستیم، ما سبیل اللهیم، اونا سبیل الله نیستن، دروغ میگن. برای اینکه بفهمانن راه خدا راه نجاته. ولذا این بلاء سید الشهدا علیه السلام محور تهذیب فرد، جامعه و تاریخ، و راه سلوک فرد، جامعه و تاریخ در کمال اخلاقی از تمسک به عاشورا عبور میکنه. اینه که انبیای گذشته هم مرتبه ای از کمالشون با روزه سید الشهدا واقع میشه. کمال انبیا کمال امم هم بوده ها، یعنی امتشون به شفاعت سید الشهدا به مراتبی از کمال می رسیدن.
مرتبه از مقاومت انبیای سابق در مقابل دستگاه ابلیس با تمسک به سیر الشهدا بوده و این مقاومت مبدأ مقاومت امتشون و پیشرفت اخلاقی جامعهشون می شده. بنابراین عاشورا محور تکامل اخلاق در تاریخه. بالاترین فداکاری نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بالاترین شفاعت نبی اکرم در گسترش توحید، اخلاق کریمه، مناسک عبودیت عاشورا. بالاترین شفاعت نبی اکرم، سنگین ترین بلای نبی اکرم، حضرت تحمل کردن برای هدایت تاریخ. لذا جز با تمسک به این عبادت نبی اکرم و این شفاعت نبی اکرم، نه فرد، نه تاریخ، نه جامعه تهذیب نمی. اگه کسی میخواد اخلاق فردیش تهذیب شه، باید فانی در عاشورا بشه. اثری از صفات رذیله درش نمیمونه. هر یک لحظه به طرف سید الشهدا آمد، خدا میدونه صفت رذیلهی در وجود او نیست. بعضی از راههایی که خیلی پیچیده و طولانیست، من نمیگم اون راه بده، اون راه خیلی دوره. راه نزدیک راه سلوک با بلاست. سلوک با بلا هم برا فرد، هم برا جامعه، هم برا تاریخ. شیعه اینجوریست، هم سلوک فردی با عاشورا داره، هم سلوک اجتماعی داره. جامعهش بر محور عاشورا شکل گرفته، درگیریش بر محور عاشورا، حق و باطل رو بر محور عاشورا تعریف میکنه، مقاومتش با انگیزه خون امام حسین علیه السلام، برای پیروزی خون امام حسین علیه السلام تا عصر ظهور، پاک کردن جامعه از لوس اخلاق استکباری، ولایت شیطان و اولیاء طاغوت بر محور تولی به عاشورا. انگیزه‌ای که تاریخ رو به سمت درگیری با ابلیس و شکست ابلیس و حذف دستگاه او میکشه، انگیزه برخاست از عاشوراست که در شعار خود امام زمان علیه السلام و پرچمدارانش است، یا لثارات الحسین. این اجمال بحثه. حالا توضیح بیشترش رو انشاءالله اگر خدای متعال توفیق داد در فضاهای دیگه. بنابراین اگر اخلاق بر محور ولایت معصومین شکل میگیره، مهمترین شفاعت و فداکاری که برای هدایت عالم، برای بصیرت، نه برای اقوا، نه برای تزیین، ایجاد کردن عاشورا. اینو من یه جایی اشاره کردم که هنر مادی هنر اقواز، هم مخاطب میدونه دروغ میگه، هم خود فرد فضای دروغی درست میکنه تا در من عشق دروغی ایجاد بکنه. هنر حقیقی هنری است که میزان فداکاری که تو صحنه واقعی واقع میشه خیلی بالاتر از اون است که منتقل میشه. اینکه امام میفرمودن شهادت هنر مردان خدا، یعنی عشق به خدا رو توی قالبی ظهور دادن که همه عالم رو تحت تأثیر قرار میدن و اون قالب واقعیتش از ظهورش بیشتره. این هنری که سیدش خیلی خاک بر فرق من و حالا تعبیر من، اشکال به تعبیر نداشته باشید، این هنری که سیدش شهدا روز عاشورا از خودشون جلوه دادن، باطنش خیلی زیباتر از ظهورشه. یعنی حقیقت عشقی که، حالا باز عشق تعبیر رسانی است، حقیقت حبی که بین سید الشهدا و خدا گذشته و تبدیل شده به این فداکاری، خیلی بالاتر از تجلیشه. تجلیش عالم رو تهذیب کرد، تجلی اون حب تبدیل میشه به محبت همه عالم به خدا تا قیامت، تا بهشت. تجلی محبت رسول خدا به خدای متعال تو عاشورا تبدیل میشه به حب الله، تبدیل میشه به بندگی، تبدیل میشه به محبت خدا. حالا انشالله این رو در یه فرصتی شاید تقدیم کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. خب امشب شب پایان این مجلس هست،
من در حد وظیفه خودم از برای همه عزیزانی که زحمت کشیدن این محفل رو به پا کردن، این مجلس امام حسین رو، این بساط تطهیر و طهارت رو به پا کردن، ما تو شستشو کردیم، زحمت کشیدن، خیلی وقتا خودشون عزیزان حتی از ذکر مصیبت گوش کردن محرومن دیگه، زحمت ها رو میکشن که ما انشالله تو این مجالس بر محور عزاداری امام حسین تطهیر بشیم. من فقط وظیفه خودم میدونم دعا کنم امام حسین بهترین خیراتی که به همه دادن به اونا عنایت بکنن انشالله. از همه عزیزان و اساتیدی هم که در طول این مدت وقتشون رو گرفتم، خستشون کردم، عذرخواهی میکنم. امیدواریم خدای متعال این فرصت هاشون رو ذخیره آخرت قرار بده و جبران کنه دو چندان انشاءالله. خب امشب مناسب هست بریم در خونه فاطمه زهرا سلام الله علیها و از ایشون اول واقعا تشکر کنیم که ما رو راه دادن تو این چشمه جوشان طهارت امام حسین علیه السلام. ما اومدیم شستشو شدیم الحمدلله رب العالمین و بعدم به حضرت عرض تسلیت بکنیم. منتها توجه داشته باشیم که وقتی میخواییم بریم به آستان حضرت تسلیت بگیم، تو این مصیبت نبی اکرم، امیر المؤمنین، ائمه، انبیا، اولیا، مؤمنین دارن به حضرت تسلیت میگن، ما هم یه ذره هستمون انتهای سر، غفلت نکنیم. ولی همینقدر که ببینن ما آمدیم واقعا خوشحال میشن. اینطور نیست که این ذره اونجا گم شده، همه ذرات اونجا به حساب میان، از هیچ کی غفلت نمیشه. واقعا با آمدن هر یکی از ما تو بساط امام حسین علیه السلام شفاعت شدن، تطهیر شدن، هدایت شدن، اینقدر صدیق طاهر خوشحال میشن. اینه که مصیبت حضرت رو کم میکنه. ببینن خون سید الشهدا تبدیل شده به انسانهایی که تو راه آمدن، مؤمن شدن، خداپرست شدن، تطهیر شدن. عرض تسلیت ما همینه. ما اگه بخوام تسلیت بگیم باید بریم بگیم خانم ما آمدیم، الحمدلله، شکرگزار هستیم. بعدم انشالله ازشون بخوام شفاعتشون رو کاملتر کنن، ما رو بیشتر با این مصیبت فرزند بزرگوارشون درگیر کنن. من برای عرض تسلیت به ساحت اون وجود مقدس فقط همین دو سه بیتی رو که دعبل در محضر امام رضا خوند عرض میکنم، چون به امضای امام رضا رسیده. خیلی اشعار بلندی حضرت گریستن پای این اشعار. شنیدید وقتی اون قصیده در رسا اهل بیتش رو خوند، حضرت به اینجا که رسید حالشون متحول شد، گریه کردن. دعبل تو این چند بیت خطاب به فاطمه زهرا سلام الله علیها میکنه: افاطمه لو خلت الحسین مجدلا و قد مات عطشانن به خدشت فرات. ای دختر رسول خدا، اگر حسینت رو ببینی، میدیدی که در کنار شط فرات با لب تشنه سر از بدنش جدا کردن و پرکرش رو زمین افتاده، چه میکردی؟ بعد خودش به ترسیم میکشه، میگه ای دختر رسول خدا، حتما مجلس عذاب پا میکردی، حتما به صورت خودت لطمه میزدی، حتما اونقدر گریه میکردی که اشکات از پهنای صورتت جاری میشد. اذن للتمت الخد فاطم عنده و اجریت دم العین من وجناتی.
بعد عرضه می دارد افات مقومی یبنه خیر، ای پسر بهترین برخیز و یه نگاهی بینداز، ببین چه ستاره های آسمانی زیر سمع از پا قرار گرفت. افات مقومی یبنت الخیر وند و بی نجوم سماوات و ارض فلاتی، برخیز و بر اون ستاره های آسمانی که روی زمین ها و سرزمین داغ کربلا افتادن، بر اینها گریه کن و بکن. واقعا خیلی مصیبت بزرگی است. نزدیک بود امام سجاد دیروز تو گودی قتلگاه جان بده. عمشون آمد شلو ماری عراق تجود به نفسه که یا بقیت المازین، چرا با جانت بازی میکنی؟ فهمود عمه جان نمیبینی این بدن ولی خداست اوریان رو زمین افتاده. حضرت فرمودن که پسر برادرم اینجوری نمیمونه، میان این بدنها رو دفن میکنن، اینجا زیارتگاه میشه. واقعا ملقا خلاصا بلا غسل ولا کفن، این بدن مطهر قطع قطع شده اوریان سه روز مقابل آفتاب مون تا مثل فردا یا روز گذشته، بعضی محققین همین فردا نوشتن روز 13 امام سجاد علیه السلام تشریف آوردن کربلا، بنی اسد کمر همت بستن دیگه این بدنها رو دفن کنن، ولی نمیشناسن، دیدن آقا دارن تشریف میارن. اسب سواری از دور آمد، بهشون فرمود من این بدنها رو میشناسم. نقلی که کردن اینه، اول حضرت بدنها رو معرفی کرد، اینا اصحابن، اینا بنی هاشمن، یک به یک، یک روزه فراوانی که اندهو خود معرفی روزه بود، روزه نمیخواست که مفصل بنی اسد گریه کردن، مجلس عذاب پاشو خوب که گریه کردن، حضرت فرمود حالا کمک کنید من بدنها رو دفن. اول بعضی مقاتل اینجوری نقل کردن، آمدن سراغ بدن مطهر پدر بزرگوارش، بعد رفتن سراغ بدن شهدا، بدن شهدا رو داره دو تا گودی حفر کردن، اصحاب رو در یکی و بنی هاشم رو در یکی، پایین پای سید الشهدا دفن کردن. وجود مقدس حضرت علی اکبر رو هم کاملا زیر پای حضرت، که تعبیر امام صادق اینه هر کی بیاد ببینه این پدر، این پسر چگونه زیر پای پدرش خوابیده تو این بیابان در قربت، دلش به حال امام حسین میسوزه. حالا اون روایت روایت بسیار نورانی است. واقعا هنوز هم سر به پای پدر گذاشته و همه شهدا سر به پای امام حسین گذاشتن فدای این روح‌های بلند. بعضی نقل کردن علی اصغرش هم رو سینه امام حسین دفن کرد، ولی خود امام حسین رو بهشون فرمود برید کنار. نقلینه یه مقداری خاک ها رو کنار زد، یه قبر آماده پیدا شد، فرمود شما برید کنار، کسی هست منو کمک میکنه. فقط بعضی مقاتل نوشتن فرمود بنی اسد برید یه بوریا به یه کثیر بیارید. رفتن یه حسیر آوردن. حالا این این تعبیر رو من ندیدم، تلقی من اینه، حضرت این بدن قطع قطع شده رو جمع کرد، این اعضا رو کنار هم چید، بعد وارد قبر شد، این بدن رو داخل قبر گذاشت، تعبیر اینه خم شد، لبهاشو به رگهای بریده سید الشهدا گذاشت. جملاتی نقل شده، عرضه داشت پدر بزرگوارم گوارا باد در این زمینی که بدن مطهر تو رو در بر گرفت، تو بال عرض تزمنت جسدک شریف. بعد فرمود
اما الدنیا فبعدک مظلمه و اما الاخره فبنور وجهک مشرقه. آخرت رو روشن کردی ولی دنیا تاریک شد. یه تعبیر دیگه ای دارن حضرت، همون تعبیری است که وجود مقدس امیرالمؤمنین کنار قبر فاطمه فرموده. فرمودن اما اللیل فمسهد، دیگه شبها خواب به چشم من راه نداره. اما حزنی فسرمد، دیگه قصه من همیشه گیر همینطورم بود. حضرت 35 سال زنده بودن یک سر گریه میکرد. یکی از غلامان حضرت تو بابا چقدر گریه میکنی؟ بس حضرت فرمودن تو چه میفهمی؟ یعقوب یه یوسف داشت ازش جدا شد، چون یوسف بود، چون پیغمبر بود، اینقدر گریه کرد چشمش نابینا شد. اون ستاره هایی که من دیدم رو زمین افتادن کجا؟ یوسف کجا؟ این حدیث رو مکرر شنیده ای؟ وقتی یعقوب اصرار کرد یوسف بگو ببینم چه کردن با تو برادر، رو گفت منو بردن سر چاه، چون پیراهن رو میخواستن، میخواستن خونی کنن، به من گفتن پیراهن رو بیرون بیار. التماسشون کردم، گفتم بذارید من لباس تنم باشه. منو تهدید به مرگ کردن، عریان تو چاه انداختن. تعبیر یعقوب بیهوش شد. حالا بدن عریان یوسف یعقوب کجا؟ بدن عریان یوسف فاطمه کجا؟ اونا دیگه سر از این بدن جدا نکرده بودن، اونا این بدن رو زیر سم اسب‌ها قرار نداده بودن، اون بدن هدف نیزه و شمشیر قرار نگرفته بود. چرا امام سجاد گریه نکنه؟ دیگه اون بدن رو غارت نکرده بودن، انگشت رو به در طمع انگشتر جدا نکرده بودن، چرا گریه نکنه؟ دیگه زن و بچه یوسف رو که به اسارت نبرده بودن، خیمه هاش رو که آتش نزده بودن، جلو به چشمش به خیمه هاش حمله نکرده بودن، عزیزانش جلو چشمش پرپر نکرده بودن، چرا قصه جناب وجود مقدس امام سجاد تمام شدن باشه؟ حضرت روزشون رو تو قبر خوندن، خوب روزه خوندن. بابا دیگه بعد از تو قصه من تمام شدنی نیست، دیگه شبا خواب به چشم من راه نداره. آمدن بیرون ناچارن، چه بکنن؟ رو بدن رو خاک ریخ، رو قبر یه جمله نوشت: هذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذي قتلوه عطشانا. غریبا این حکایت بدن امام حسین، اما دیگه حکایت سر گفتنی نیست. این سر تو تنور خولی رفته، این سر رو نیزه ها رفته، این سر مثل امروز تو مجلس ابن زیاد آمده. نقل اینه: یک جا نبود، اینجا هم مقاتل نوشتن، ابن زیاد دست به چوب خیزران برد، به لب و دندان امام حسین جسارت میکرد. زید ابن ارقم پاشد گفت چیکار میکنی ابن زیاد؟ من خودم دیدم پیغمبر خدا این لب و دندان رو میبوسی، چوبت رو بردار. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائه.